نظام مردم سالار. اصلا بحثمون بیهوده است. دعواهای سر قدرت سیاسی و حکومت تشکیلدادن حزبی طبیعی است. اصلا برای همین نظام دموکراتیک میخواد. خب یه اکثریتی تشکیل میشه و اقلیت هم محفوظ. اما باید به اونجا برسیم اول. یعنی هنوز فکر کنید نرسیدیم. در وضعیتش در مملکتمون باشه، چه این حکومتی تا در مملکت نداشته باشیم بحثای مسلکی و ایدئولوژیک اصلا بی‌معنا. مگه هنوز هم هستیم بحثا؟ در بعضی جاها همچنان هست، به مفهومی که تقدم رو به یه هدف ملی هنوز ندادن، ولی در این نسل جدید عوض شده این قضیه. نسل کم من احساس میکنم که ببینید فرق زیادی هست. شما در نظر بگیرید که در اوایل کار چند سال بعد از این اتفاقات، خب همچنان یک درگیری های فکری سر مسائل گذشته همچنان بوده، یک اضافه باری که یک کوله باری که خیلی از این جریانات سیاسی با خودشون یدک میکشید. درست. اصلا این نسل جدید به دنیا نیومده. نه درست. نسلی بود در اون تب انقلاب، در اون شور انقلاب اومده بودن، این کار کرده بودن، حالا بعضی ها به نفع بعضی ها به له، در حال اومد سر. و جالب اینجاست که حرف خمینی اون زمان این بود که اگر پدران ما برای ما تصمیماتی گرفته بودن، این ربطی دیگه به نسل ما نداره. مگه نگفتین؟ چرا دقیقاً؟ امروز 30 سال بعد این ملت داره پدران ما هر تصمیم گرفتن ما چه گناهی کردیم؟ بعد چه چیزی رو نهایتاً به ما تحویل داده؟ الان دست ما هست. آینده مملکت دست بیش از 50 میلیون نفر جمعیت اون کشوری که زیر سن 35 ساله. دقیقاً. آینده ما ایناست. بنابراین تکلیف بند و شما ماها چیه وسط؟ تنها رسالتی که ممکنه داشته باشیم و میتونیم به خودمون ادعا داشته باشیم اینه که کاری بکنیم که زودتر خلاص شن، زودتر آزاد بشن، زودتر به خواستشون برسن. خب اینا چشم انتظارن دیگه. البته منتها در اون خفقان، در اون سرکوب، در جایی که هر کسی بخواد در داخل تکونی بخوره، فوراً بهش محاربه با خدا و این و اون و این ادعا و تمسخرشون میکنن. یعنی یک جایی میرسه که یک خلأ رهبری به وجود. حال این مسئله بسیار چرا نمیشه پرش کردیم؟ ببین من یک پیشنهادی که تازگی نداره، قبلا هم گفتم ولی باز تکرار میکنم، به نظر من بهترین راه رسیدن بهش نسشه. حالا کاری ندارم شخصیت های برجسته، فرهیختگان جامعه، متفکرین سیاسیمون، یک جایی به نظر من یک پایگاه باید باشه، برای که مردم اگه در داخل نتونن این کار انجام بدن، به یه جایی در خارج بتونن دست داشته باشن. این با عنوان پیشنهاد جدید دوباره یا تجدید پیشنهاده؟ ادامه اون صحبت ها مطابق به یه مرحله باید رسون. الان با هر کسی صحبت میکنم در خارج میگه باید یک نوع شورای به نوعی به وجود بیاد، یک مکانیزم معرفی. به نظر من ترکیبی میتونه باشه از تمام گرایش های اجتماعی که داریم که در اصل دموکراسی و حقوق بشر و انتخابات آزاد هم عقیده هستم. فکر میکنم اکثریتشون هم در اصل سر مسئله سکولار بودن نتیجه بحثی نداشته باشن. به هر حال یک شورایی که واقعا نمایندگانی باشن از جانب مردم ایران که مشروعیتی بدن به یک تیم اجرایی که بتونه عهده‌دار بخش رهبری مبارزه باشه با همکاری مستقیم با مبارزین داخل، در جایی که نتونن کارشون در داخل به شکل اوریان ارائه بدن، یه جوری مسئله در بیرون اوریان بشه. ولی چرا اینو میگم آقای مهدی؟ برای که دنیا امروز به یه چهارراه رسیده که باید یه تصمیم راجع به ایران بگیرن. درست. من سالهاست تلاش کردم که به غربی ها علل خصوص این مسئله حالی بکنم که شما نمیتونید بگین که ما این همه البته وقت تلف کردیم سر مذاکرات، چون نشد یهو بیفتیم به فکر مثلا حمله نظامی به ایران و تاسیسات اتمی ایران و یا بدتر از اون یه سازشی بخوایم رژیم بکنیم. در صورتی که بهشون گفتم یک راه واسطه‌ای داریم، بسیار معقول‌تر، بسیار مشروع‌تر، بسیار کم هزینه‌تر، که در حال حاضر یک ارتش چند میلیونی مردم ایران هست تو تمام خیابان‌های کشور، چون نمیان از این حمایت بکنیم. تو بهترین متحد غرب هم خودتون خلاص میشین هم مردم. بنابراین چرا رو این نمیان سرمایه گذاری بکنین؟ اما هدایت این، معرفی این در دنیا خارج خودتون میدونید، بالاخره نه مطبوعات بین‌المللی نه دولت‌های خارجی، فقط دغدغه‌شون که ایران نیست، دغدغه من و شما ایرانه. یه جایی بس میدونن به کجا سر و پل بزنن. اگه فردا خدایی نکرده عواملی که امروز در داخل ایران به هر حال رهبران این جریان هستند، به هر عنوانی رژیم بخواد تخته کنه، سرشون زیر آب بکنه، نمیتونه که یتیم بمونه این حالی. درست. مردم نمیتونن بدون اتکا بمونن. یه کاری در این مورد باید کنیم، این وظیفه همگی ماست. منم به سهم خودم تمام تلاشم این هستش که به هر طوری شده
زودتر برسیم به این مرحله و بتونیم همچین کاری رو پیش ببریم. بنابراین پیشنهاد من بسیار مشخصه و حرف جدیدی نمیزنم. باز میگم این حرف رو من تازگی نمیزنم. حالا اگه جوش 25 سال پیش نبود یا شرایطش نبود یا حتی تا کمتر از یک سال پیش هنوز امیدی بسته شده بود به یک نوع جریان به اصطلاح اصلاح طلب، من فکر کنم دیگه این قضیه برای همه روشن شده که به هیچ عنوان این رژیم تن به قبول این که مردم چی میخوان نخواهند. پس از امروز یه روز دیگری از این لحظه به نظر من برای شما و برای برای من که مدت هاست مشخصه، برای من مدت هاست مشخصه، ولی فکر کنم برای همینان خیلی مشخصه شده. دامن جمهوری اسلامی این بچه ها پرورده بشن بله این مشخصه بله من مسلم. آخه چرا؟ دلیل داره. دلیل ببینید وقتی که بر بچه‌ای که بر با خیلی هاشون من در این سالها در تماس بودم صحبت کردم، زندانی سیاسی بودن چه بودن تو بنده نمیدونم چی زندان ایوین، از مجاهدش توش بود تا سلطنت طلب. درست. وقتی که اینا یک درد مشترک دارن، وقتی که اینا از همون عدم آزادی عذاب میکشن، تحقیر شدن، پدرشون رو کشتن، مادرشون رو سنگسار کردن، خودشون رو شلاق زدن، یعنی یک درد مشترک دارن، اون موقع رنگ ایدئولوژیک حل میشه. اون موقع درد جمعی است، یک تفکر عمیق‌تره، فراتر از دید خود فکر کردنه، برای حق یک دیگر مبارزه کردنه، جون خودم رو حاضرم به خاطر آزادی از دست دادنه. ندا آقا سلطان و یارانش به خاطر یک نفر یا یک عقیده نرفتن جونشون رو از دست دادن، به خاطر اصل آزادی و به خاطر اینکه تفاوتی باشن در این معادله رفتن جونشون رو از دست دادن. و این تنها میتونه دلیل این باشه که یک نسلی به خاطر دردی که کشیده، به خاطر سختی‌هایی که دیده، امروز اینطور تبلور کرده. همین کشوری که من و شما الان توش هستیم، امریکا، مگه مجموعی از کسانی که ترک کردن کشورهای قبلی خودشون اومدن یک جامعه جدید رو سازنده کردن بر اساس اون تجربیات و سختی‌هایی که کشوردن نبود؟ حالا ما لازم نیست از کشورمون مهاجرت کنیم، تو کشور خودمون این تجربه رو کردیم و در کشور خودمون میتونیم اون انجام بدیم. اونم نه کشوری که تا یه قرن پیش اصلا وجود خارجی نداشت، مثل نصف بیشتر کشور منطقه خودمون. ایران یه کشوری است که قرن‌ها تمدن داره، قرن‌ها فرهنگ داره، ما یک در هر حال حداقلش بتونیم یه هویت ملی داریم، هویتی که اتفاقا این حکومت سعی کرده از روز اول از بین ببره، که حالا تازه اومدن دوزاریشون افتاده که یه مقدار دارن پوز فرهنگیشو میدن، وگرنه این مردم همیشه این احساساتو داشتن. متأسفانه الان من فکر کنم اون درایت سیاسی، اون فرهنگ جدیدی که کمبودش رو در جامعه میتوانستیم در دوران پیشین حس بکنیم، یعنی اون فرهنگ سیاسی و درک اهمیت کثرت‌گرایی جزء ارکان اساسی دموکراسی است و احترام به عقاید یکدیگر و دفاع از حق داشتن یک نظر یکدیگر حتی اگر عقیده متفاوت باشه، این اگر جا نیافتاده باشه در جامعه ما هیچ وقت نمیتونیم ترقی سیاسی بکنیم. خب ولی قبول بفرمایید که ممکن بود تمام این ویژگی‌های فکری و معنوی و روحی باشه اما شجاعت لازم برای ابرازش نباشه، در حالی که این شجاعتی که هستن به هست. این نسل یک اصلا امتیازی میده که بی نظیره، فقط تو کتابای حماسی میشه بگیره، کتابای تاریخی واقعا جونشون رو سر دست میگیره. دقیقا. و به خاطر اینکه فکر میکنم چون خودشون دیدن که نسل فدا شده تقریبا هستن، نمیخوان که فردا این بلا سر بچه خودشون بیاد دیگه، تا کی و چند نسل دیگه باز زرج بکشیم. شازد رضا پهلوی ببخشید، میدونم که اخیرا در سفر بودید، در اروپا بودید، با بسیاری از قانونگذاران اروپایی صحبت کردید، بسیاری از رهبران اروپا، بازم خدا رو شکر ایرانی ها و نسل جوان یه نماینده ای دارن، یه سفیری دارن که میتونه امروز رو در رو بنشینه با برخی از شخصیت ها، همینطور رسانه های بین المللی، نظرات این جمع رو منعکس کنه. این خیلی مهمه، مغتنمه برای همه ما، مغتنمه. میخوایم چپ باشیم، میخوایم راست باشیم، میخوایم ملیگرا باشیم، با یه اندکی انصاف داشته باشیم و میهمپرستی، باید همه قبول بکنیم که شاهزاده رضا پهلوی در تمام این سالهایی که من با ایشون گفتگو میکنم، الان شاید ده چندین بار، شاید صد بار من با ایشون مصاحبه کرد، یه روزی هر دو موهامون سیاه، امروز هر دو موهامون سفیده در برابر هم، و من هرگز ندیدم که ایشون تغییر موضع بده و هرگز
اندیشه‌هاش رو به خاطر قدرت و در جهت کسب قدرت به شکلی مطرح بکنه و شکل بندی بکنه.